در واقع این احساس نمایندگی رو دارم، مخصوصا از سمت رفقای جوانتر خودم که نشستن یا ایستادن یا تو هر شرایطی دیدن برای من نگاه میکنن. رفقام راجبه یه موضوعی حتما با هم دیگه صحبت کنم. دکتر نمیشه منکرش شد، نمیشه منکر علاقه نسبت به زیبایی شد، کسی نمیتونه این کارو بکنه، خدا خالق زیبایی است، بنده هاش هم زیبایی رو دوست دارن، در این شکی نیست. متا یه مرز باریکی رو برای من و دوستام ترسیم بکنید که اون مرز کجاست، اون تناسب کجاست. مادرمون، شما عکسشون رو دیدیم، عنوان پزشک تشخیص دادیم که ایشون هیچ دلیلی برای عمل نداشتن، برای اینکه میفهمید که تناسب بوده، زیبایی بوده. اما بعضی موقعهایی که حالا واکاوی دلائل روانیش و روحیش خودش یه مجالی رو میطلبه، شاید تو برنامه بتونیم تو قسمت بعد یا تو همین قسمت هم اندکی رو راجبش صحبت بکنیم. اما این مرزه چیه؟ الان رفیق جوان من که داره ما رو نگاه میکنه با دماغش حال نمیکنه، نمیدونم ابروش احساس میکنه که کجکل از پیشونیش همینطور، نمیدونم چونش این صحبت ها احساس خودشه. این خب تو سن کمتر 17 18 19 20، از 30 به بالا شاید یه ذره دیگه شما باید آدم تحلیل کنه، یعنی احتیاج به یه آنالیزی داره. اما این مرز، این تناسب کجاست؟ میخوام بدونم شما عنوان پزشک با وجدان که خیلی ها رو از مطبتون بیرون کردین که آقا بلانشو برو دنبال زندگیت، خانم بلانشو برو دنبال زندگیت، این مرز کجاست؟ این استاندارده کجاست؟ ببینید، خب یک اصولی ما در کارمون داریم توی کتاب‌های جراحی پلاستیک. اصلا اول کتاب یه فصل بسیار مهم هست، انتخاب بیمار، کیس سلکشن. یعنی اصلا اینو گذاشتن که شما چه بیماری رو باید انتخاب کنید. این معنیش این هست که اگر که 10 تا بیمار به من میان مراجعه میکنن برای اینکه بخوان فلان کار زیبایی رو براشون انجام بدم، این دلیل نمیشه واقعا همه اینها این براشون لازم باشه. یعنی این تصوری هست که فرد مراجعه کرده اومده برای مشورت، برای اینکه ببینه آیا حالا این کارو بکنه به فرد کمک میکنه یا نه. و ما متاسفانه ممکنه مواجه باشیم گاهی وقتا که این 10 نفر وارد یه مطبی میشن، هر 10 تاشون میرن چند روز بعد عمل میشه. خب این یه چیزیه که واقعا خیلی خطرناکه و میتونه عارضه داشته باشه. ما بر اساس یک اصولی که خودمون در کارمون داریم که باید هم انگیزه های فرد رو بدونیم برای این کار چی هست. یعنی اگر یک فردی یک انگیزه ای داره که یک فرم ایدئالی تو ذهنش هست، خب من میدونم که این فرد پیش وقت به اون نمیرسه. در نتیجه این خب یک موردی میشه که یه خط قرمز میتونه محسوب بشه. یه فردی که خیلی ایدئالگراست، یعنی یک تصویر ایدئالیستیک داری که هرگز به اون نمیرسه، و این اگر 10 ها بار عملا بشه باز اون تصویر تو ذهنش هست، میگه من چرا به اون صورت نشدم. پیک مشتری شما تو چه سنیه؟ ببینید، از سنین 15 سال به بالا ما داریم تا اکثرا کسانی که حتی تو سنین ممکنه 70 به بالا هم مراجعه بکنن و با انگیزه های مختلف. خب اون کسی که توی سنین پایین تر مراجعه میکنه، خب دوست داره یه تغییری تو چهرهش بره. شما مریض 70 ساله داشتی؟ خب افراد سن بالا هم میان برای کارهایی که برای اینکه مثلا چروک های صورت کم بشه یا جوانسازی یا همچین کارهایی مراجعه بکنن. یعنی همه تو ذهنشون یک احساس به بهتر شدن ظاهرشون هست، ولی لزوماً این نیست که هر کسی مراجعه میکنه ما حتماً این فرد رو باید یه کاری براشون بکنیم. چون خیلی ها هستن که من دیدم که اینها با توضیحات منطقی که بهشون میدیم و میگیم که این مشکلی نداره، همه چی در تناسب خودش هست، احتیاجی به تغییر نداره، خیلی ها قانع میشن و پیگیری دیگه نمی کنن برای این مسئله. درست. دکتر شما خانم به شما نگفت این حرفا رو؟ تازه تشویقتون هم میکرد ها؟ قدیم تر بود دیگه. بله، یعنی شما رو در واقع ترغیب میکنه که این کارو بکنید؟ تقریبا همین. یعنی نمی گفتن که احتیاجی نداری، می گفتن میخوای این کارو باشه انجام میدیم. ولی من میخوام ببینم، منم بیمار بودم آقای دکتر که همچین چیزی میخواستم، همچین تقاضایی داشتم تو اون سن جوونی.
نه خب ببینید، بالاخره هر فردی ممکنه به عنوان یک مراجعه یه ذهنیتی داشته باشه، این دلیل نیست که فرد بیمار باشه، نه. و در حقیقت اونجا هست که اون نقش پزشک خیلی پررنگ میشه و همون قدم اول و همون مرحله هست که اگر یک راهنمایی صحیح بشه و یک توضیحات صحیح بشه، ممکنه اون مسیر درست رو پیدا بکنه. و اصلا از این همه درد سر، از این همه 5-6 تا عمل غیر ضروری. خب اگر خانم اون سال میدن پیش شما، شما چی بهشون میگفتین؟ عکساشون هم دیدین تو سال؟ من سوال بکنم، اگر پیش شما میمدم شما چی میگفتین تو بهشون؟ من مسلم با اون عکسایی که من نشونم دادن قبل از عمل، قطعا میگفتم که احتیاجی به کاری ندارن که بخوان الان براشون. اگه اصرار میکردن چی؟ من سعی میکردم با توضیحات بیشتر قانعشون بکنم. و اگه خیلی اصرار میکردن چی؟ باز هم سعی میکردم توضیحاتم بیشتر بکنم. بالاخره یه مقدار با وقت گذاشتن بیشتر ممکنه که قانعشون کرد. خانم، من از شما خیلی تشکر میکنم. شما تأثیرش تو زندگیتون چه شکلی شد بعد از این عمل و بعد از این تغییراتی که تو صورتتون رخ داد؟ این حتما برای شما یه ناراحتی، یه افسردگی سوغات آورده دیگه. اجازه بدین راجبش حرف نذارم. من روی این دلم خواست آلزایمر بگیرم، واقعا اصلا به یاد نیارم. دور از جون. ولی حالا که شما فرمودین، دوران خیلی بدی بود. من خیلی قرصای زیادی می‌خوردم، روانشناسای زیادی رفتم. خیلی بعد شما شاغل بودین قبلش؟ بله. چی کار میکردین؟ پرواز. پرواز؟ بله. یعنی چی؟ مهماندار بودین؟ بله. بله. بعد کارتون چی شد بعد از این عملا؟ والا اولین تزریقایی که انجام دادم انقدر تغییر کرده بودم و من نمیدونم تو پزشکی چی بهش میگن، نمک خاص صورت من از بین رفته بود و بعد تا بدتر و بدتر شد. خجالت میکشیدم اصلا ظاهرشم بیرون. برای همین دوست نداشتم، همین سوال میکردن که چرا این ریخته شدی، چرا عوض شدی. برای همین دیگه نرفتم، برای سر غیبت زیاد گفتم دیگه. از کلا ول کردی این کارو؟ بله. یعنی غیبت زیاد داشتم دیگه، اونا منو نخواستن و بیرونم کردم. من میتونم این فرضی هم تو ذهن من حک بشه که شاید متناسب با کارتون، کاری که شاید خب شما در یک معرضی بودین دیگه، یک ویترینی بوده که شما رو تماشا میکردن، بالاخره حالا در این معرض قرار گرفته بودین، شاید اون هم تونسته باشه تشدید کرده باشه این انگیزه شما. دکتر درسته؟ بله. این هم مؤثره. بسیار خوب خانم، من خیلی از شما ممنونم. اگر که ناگفته ای هست، اگر حرفی دارید، اگر دوست دارید با کسایی که دارن ما رو تماشا میکنن، جوانترایی که من باز دیگه این دو تا نکته رو از هم تمیز بدم و اونم اینه که آقای دکترم فرمودن یه سری از آدم‌ها هستن که احتیاج دارن به عمل زیبایی، اصلا شما می‌بینید تناسب درش وجود نداره یا می‌شود کاری براش کرد، اما فکر می‌کنم پزشکای اصیل و حاذق و کار درست سراسر دنیا هم ترجیحشونه که به آناتومی بدن انسان حتی المقدور دست نزنن. این یه طبیعته که فکر می‌کنم باشه این نکته، اما یه سری احتیاج دارن که این اتفاق براشون بیفته، یه سری نه. شاید وضع مالیتون خوب بود خانم، احتمالاً دیگه نه پولم داشتین دیگه. بله. فکر میکنم یکی از دلیلاش هم این بود، رفاه بیش از حد. نمیدونستم با اون پول چیکار کنم، شاید میرفتم این کار رو انجام میدادم. زمین میخرید خانم اون موقع؟ زمین میخرید الان متر 7-8 میلیون تومان بود. عرض کنم که یه دسته احتیاج دارن، یه دسته احتیاج ندارن که آقای دکتر راجبشون صحبت کردن. من دوست دارم خانم شما که حالا اینقدر منت سر ما گذاشتیم، بزرگی کردیم و خیلی ها رو ما گفتیم و اصلا حاضر نبودن بیان، برای همینه که من مؤکدن تأکید میکنم و از شما تشکر و قدردانی میکنم. دوست دارم باشون حرف بزنیم. تازه ما چون با هم شرط کرده بودیم تصویر شما رو هم تصویر لانگ نشون دادیم، برای اینکه حالا خیلی هم معروف نشین از بهرام میریم بیرون هم سراغتون بیان ازتون مشورت بگیرن و اینا، ولی دوست دارم شما این نکته آخر شما در باشه، شما یکی نکاتشون گفتن شما صحبت کنیم با کسایی که الان تو این فکر هستن، آینه رو انقدر خوشون تو آینه نگاه کردن که دیگه آینه خسته شده، خودشون هم از آینه بعدها خسته میشن بعد از جراحی، خودشون هم دیگه نمیخوان تو آینه خودشون رو ببینن. همون کاری که من کردم، من زیاد آینه دوست نداشتم دوربین، یعنی خودم تعجب میکنم چطور جلوی دوربین نشستم، از دوربین زیاد خوشم نمیاد.
خیلی عکس ندارم این سالهای گذشته، ولی بهشون ازشون خواهش میکنم صورتشون هر جوری هست همون چیزی که خدا بنده و زیباست واقعا به همون بسنده کنن، جلوتر نرن، وسواس به خرج ندن، خیلی اتفاقای دیگه بعدش میفته و واقعا گوش ندن اگر کسی گفت بهتر از این میشی، زیباتر میشی، عمل کن، این کار انجام بده، زیاد توجه نکنن، یه گوششون در باشه، یه گوششون در باشه، خواهش میکنم. خیلی عزیزی، خیلی محبت کرد آقای دکتر، متشکرم.